امروز در رابطه با مهران رجبی صحبت می کنیم که بعد از اینکه مهران مدیری اون حرف ها رو زد و اومد خداحافظی کرد و گفت فیلم های منو اجازه ندارید پخش کنید که جریانش رو همه می دونید و بعد رفت دوبه برگشت و بعد از اون مهران رجبی یک هنرپیشه نچندان خوب هنرپیشه معمولی حالا از کجا آمده و چجوری هنرپیشه شده بماند تو نه تحصیلات این کار داره و نه اینکه قبل از انقلاب هنرپیشه بوده و آمد از نیروهای انتظامی دفاع کرد و دفاع کرد از رژیم جمهوری اسلامی خامنه ای و دیگران از اون موقع عزیز شده و دیگر او داره به عنوان مجری هم در تلویزیون فعالیت میکنه قبلا فقط بازیگری می کرد با فیلم های اللهی تلویزیون کارهای به قول معروف مدیران تلویزیون دوست دارند بسازند. حالا اخیرا مجریگری که می کنه صحبت های زیادی هست حتی پرویز پرستویی آمد و درباره مهران رجوی صحبت کرد که منظورم در صفحه مجازی یک مطلبی نوشت که حالا براتون میگم چون مهران رجبی در این روزها صدا سیما اونو بزرگ کرده جزو ستارگان تلویزیون و رادیو شده و دیگر مجیانی که کنار گذاشته شدند یا خودشون رفتند بی در برنامه های مختلف مجریگری میکنه سریال هایی هم که قبلا بازی کرده پخش کردن جدول پخش گذاشتن داره پخش میشه به و به هر حال دارن پاداش خیانتی که به مردم کرده و دفاع از قاتلین مردم کرده دارن بهش میدن اینقدر آش بوده که دیگه آشپز هم صداش در اومده خود پرویز پرستویی هم که جزء مقربان درگاه خامنه ای هست آمده از این انتقاد کرده و گفتن که در شبهای پاییزی تلویزیون برنامه‌هایی رو داره اجرا میکنه به یه تیکه کوتاه از برنامه هایی که اجرا میکنه گوش بدید من مهران رجبی اینجا استدیو برنامه پیران سر خوش آمدید به برنامه ما من مهران رجبی خیلی خوشحال هستم که در برنامه خودمونی انجام وظیفه میکنم. من یکی از بزرگترین آرزوهام این بود که شما رو زیارت کنم که توفیق شد خدمتتون رسیدم در خدمتتون هستم جا داره من بگم جیگر شما <applause> بارمون شما, شما بگم معمولا به خانوما نمیتونیم بگیم جیگر شما نمونه خانم میگیم کبد شما ولی جیگر شما بارمون شما تا میتونیم بگیم ما کرجی هستیم و یه گویش کرجی داریم یعنی بین لوری و مازنی و فارسی قرقاتیه هنوز با پسرم یعنی 17 سالشه میگم عزیز فارسی او بیور یعنی آب و بیار بخون. یعنی اصرار دارم یاد بگیر این خورده فرنگاست که قشنگ میکنه بعد بعد, از اینکه انتقادهای زیادی به اجراهای مهران رجبی و حتی یک داور یکی از برنامه های تلویزیونی یک مسابقه آواز بود خواننده های جوون میمادن میخوندند به نام سد بشیر حسینی اون هم داور برنامه علی خانی بود برنامه درباره موسیقی اون هم انگار مجری شده چون اون هم از کسانی است که از حکومتی هاست بعد در یک سایتی نوشته شده که این دو نفر مهران رجبی و سید و حسینی با کدام تخصص مجری شدند یک سایت سینمایی است و سپردن اجرای دو برنامه به مهران رجبی و حضور سید بشیر حسینی در جمع مجریان مسابقه های تلویزیونی شکایت همراه بوده و عده زیادی گفتند که اینها اجرا نمیتونن انجام بدن اجراشون باید نیاز به تخصص داره و با تجربه بازیگری و داوری که نمیشه مجری تلویزیون شد به گزارش یک سایت فیلم دوباره فیلم نیوز هم بعد از انتقادهای فراوان که به اجرای مهران و رجبی شده و خبر آنلاین نظرسنجی برگزار کرده که از مخاطبان خودش خواسته درباره اجرای تلویزیونی مهران رجبی صحبت کنند و مخاطبان اشاره کردند که حضور مهران رجبی در جایگاه مجری به نفع خود این بازیگره نه به نفع تلویزیون و مخاطبین و نوشتند اینها تجربه این کار ندارند و از لحاظ فیزیکی و بیانی هم نمیتونن مجری باشند و انتقاد شده و راست هم میگن چون یک مجری باید صدای بسیار خوبی داشته باشه چهره خوبی داشته باشه ادبیات و نگارشش خوب باشه و بتونه مسلط صحبت کنه خب اینها نمیتونند این کار رو بکنند و طبیعتا مردم راضی نیستند و مهران رجبی هم به دلیل اینکه خوش خدمتی کرده پاداش خدماتش رو داره تلویزیون و رهبری بهش میدن و پرویز پرستویی هم صفحه مجازی خودش اومده نوشته دوستان عزیز فیلم نیوز چون در فیلم نیوز خبر مهران رجبی رو در بارش نوشته درباره مجریگریش و اجرای برنامه های تلویزیون پرویز پرستویی گفته ببخشید دسارت بنده رو تو این اوضاع و احوال که گوش و کنار سرزمینمون رو فریاد و دود و آتش و خون گرفته پرداختن به این آدمهای معلوم الحال چه ارزشی داره حالا فرض کنیم اینها بهترین مجری دنیا هستند آیا گره ای از مشکلات مردم ما رو باز میکنند مهران رجوی توسط خود پرویز پرستویی هم سنفای خودش هست البته در جرگه بازیگری که قابل مقایسه نیست با رجبی از نظر بازیگری و توان کاری پرویز پرستویی بسیار خوبه تو کارهاش هم بسیار خوب ظاهر میشه و هنرپیشه قدیمی است در از خود همکار این آقای رجبی پرویز پرستوی هم بهش توپیده که تو این کاره نیستی داری نون بیشرفی خودت رو میخوری واقعا این آدم چجوری میخواد سر بلند کنه جلوی مردم تا حالا چندین هزار کشته دادیم ما و خاطر همین آدم ها و نیروهای انتظامی که مردم رو میکشند در شرایطی که امروز مردم قهرمانانه به عنوان 24 آبان سال روز کشتار هزار نفر در آبان 98 مردم خیزش خودشون رو ادامه دارن میدند خیابون رو در دست میگیرند و امیدواریم در همین سه روز 24 و 25 و 26 که اعلام کردند در خیابان باشند و تا خیزش و انقلاب مردم رو به پایان برسانند این اتفاق بیفته و روسیاهی میمونه به زغال مثل این آقای رجبی مهران رجبی که خوشخدمتی کرد و به حساب خودش خودشیرینی کرد که رهبر خوشش بیاد تا حالا چارت برنامه هم بش بدن اما متاسفانه این آدم ها وقتی میفهمند که دیگه خیلی دیر شده و با پیروزی انقلاب نوین اینها باید خجالت زده باشند و حالا چه سرنوشتی دوچارشون خواهد شد معلوم نیست با سپاس از شما تا برنامه دیگر بدرو